وحید توحیدی در بخش سرخط مهمان ما هستند. رئیس مطبوعات و سخنگوی شرکت برشنا، امروز می‌خواهیم که صحبت داشته باشیم در رابطه با این موضوعی که کسانی که قرضدار از شرکت برشنا هستند، منظورم از بل برق خود، آیا پرداختی هم کردن و یا هم نکردن. موضوعات دیگری هم از قندار غزنی هم صحبت‌های خود داشتیم. شما هم میتونین سوالاتتون رو مطرح بکنین. 8656 خط ارتباطی که شما را با ما وصل می‌سازه، ما هم چشم برای تماس‌های شما هستیم، میتونین که مشکلاتتون با ما شریک بسازید. جناب توحیدی صاحب سلام، صحبتتون بخیر، بسیار خوشحال. تشکر. سلام بر شما، سلام بر بینده‌های عزیز. بله، سر و صدا هاست و شنیده میشه که شما مصروف از این هستین که یک لیست تهیه بکنین. بله. و آیا اون لیست تهیه شده، کارش به کجا رسیده؟ تشکر. ما بالای دو لیست کار جریان داره در افغانستان برشنا شرکت. یک لیست که افراد و اشخاصی که مقروض برق هستند و اینا مقروض دائمی هستند، اینا را هم به دسترس مردم قرار میده که فعلا سومین لیست از تا فعلا نشر شده و خوشبختانه مردم هم استقبال ازی کرده و این تاثیرات مثبت بالای جمهوری اواید، اوایدی که ما میگیم این اواید خود برشنا نیست، این اواید مردم است و پولی که جمهوری میشه به خاطر توسعه برق، به خاطر اینکه هموطن عزیز دیگه ما به مصرف میرسه. جریان داره و یه لست جریان داشته باشه. همچنان امی لست ها، جمع لست هایی که افراد و اشخاص که سرقت برق میکنن. بله. یک موضوع رو یک وقت در روزای اول نشه کرده بودیم، کس که برق دزدی میکنه. ما یه کمک معدبتر ساختیم، سرقت میکنه یا لاین ترو استفاده میکنه. اینا را ما آماده داریم که دهی چرای بسیار مطرح هم است متاسفانه و قرار است که خب اگر فردا عید نشد به فردا و اگر عید شد بعد از عید ما ایره به دسترس اداره محترم لوی سرنولی تا اتفاهم نامه ای که با اداره محترم سرنولی داشتیم ما این را به اونا تسلیم میکنیم و ایره به رسانه ها هم شریک میسازیم. این افراد و اشخاص طبق قانون 71 جزا تحت تعقیب اهلی قرار میگیرن، در پالوی ازی که جریمه میشن 6 ماه حبس نیز بالای از اینا تطبیق میشن. و ضمناً جریمه هایی که کسانی که دزد هستند بله و سرقت برق میکنن و هم سوء استفاده میکنن و ضمناً اگر همکار ما میره یا کارمندان ما میره که ایره قتلین کنن و اینا زورگویی میکنن، اینا را اجازه نمیتن قتلین کنن. این افراد و اشخاص هم مشمول اینمی لیست میباشن. بله. جناب توحیدی صاحب، با شما بحث داشتیم چند هفته پیش و شما هم در بحثتان گفته بودین کسایی که پول برق خود نپردازند ما نامایشان افشا میکنیم. ولی پس از او بعضی افراد اشخاص آمدن داوطلبانه خودشان پول برق خود تحویل کردند. آیا این دلسوزی به شرکت برشنا داشتن و یا هم حراسی از افشای نام خود داشتن؟ خب شما این درک میکنن که افغان ها بیشتر از همه چیز عزت خود زیاد دوست دارن. بله. خوشبختانه که خداوند همیشه همه گره با عزت نگاه کنه. آمین. من طرفدار ازی هستم که مو عزت خدا هر کس باید حفظ کنه و قبل ازی که خدای ناخواسته در سطح یک تلویزیون بین المللی یک کسی اونا را دوست خطاب کنه، در سطح ازی که مردم به اونا بگه که یک شخص یا افراد استار شوه، یک همسایه از او ببینه که ولی دیروز منام تو را در فیسبوک دیدم، جناب وکیل صاحب، جناب وزیر صاحب، جناب رئیس شورای ولایتی یا جناب فلانی صاحب که شما برق ملت نمی پردازین پولش، آیا این همی بی‌عزتی بسیار بلند نیست؟ من طرفدار ازی هستم که هموطنان عزیز ما متعهد بر منافع ملی افغانستان باشن. بله. ولو که در هر سطح هستن، اگر در سطح دستفروش هستن، اگر در سطح چوکی های سیاسی یا چوکی های دیگه هستن، اینا باید عزت و آبروی خود برابر با عزت آبروی هر افغان بدانن و عزت آبروی از اینا عزت آبروی همگی ما شماست. خدای ناخواست اگر نام یک بزرگ ما شما در رسانه میکی برق سرقت میکنه و ای در رسانه بین المللی نشر میشه، ای فکر کنم که خود یک لطمه بزرگ به خود شخصیت و چهره افغانستان هم است. فلحاظا اینا خواهی شما یه اینا پول خود بپردازن. این پولی که می پرداخته میشه آصفی عزیز باور میکنن که پول برشنا نیست، این پول تو است، این پول او هموطن غریب و بیچاره تو است که در دایکندی امروز برق نداره، این پول است که در نورستان هم هموطن تو در برگمتال برق نداره، در پکتیکا برق نداره، در پنجشیر برق نداره، این پول از اون هموطنت است. در مقابل این پول که در حدود چیزی کم 8 میلیارد یا 700
7 میلیارد و 800 میلیون تقریبا است، یعنی 7800 لک میلیون افغانی میشه. ما در این چی نمیتونیم؟ آیا نمیتونیم که یک بند کوچک بسازیم؟ آیا نمیتونیم که یک ولایت با بخش سولر وصل بسازیم؟ پس چرا این پول افراد و اشخاصی که بالای افراد و اشخاص از بالای مراکز تجارتی، از بالای پارک‌های صنعتی، از بالای اماکن مقدسه است متاسفانه، چرا این پول شما قید کردین و نمیتونین که یک هموطنتان با روشنایی روش زندگی کنه؟ وقتی که یک هموطن برق بره، آیا دو تحصیلات استاندارد نمیشه؟ آیا امو حاصلات از اونا فراورده خوب داشته نباشه؟ آیا تاثیرات بالای امنیت کشور نداشته نباشه؟ هر آن تاثیر مثبتی که بالای هر زندگی هر افغان میه، فواید اجتماعی اقتصادی از او به گونه مستقیم غیر مستقیم به تو میرسه. اگر برق نباشه ما هم اینجا قادر به ازی نیستیم که نشرات داشته باشه. وقتی که اگر برق باشه، شما یک سخن خوبی، یک دکتر صاحب چند قبل آمد صحبت های بسیار عالی کردن. وقتی که دکتر صاحب صحبت میکنه، یک هموطن ما که برق نداشته باشه، آیا ازی صحبت های مثبت او خبر میشه؟ زندگیش، صحتش استاندارد میشه؟ نه. پس چرا تو با کدام حق یک هموطن دیگه تا پیشخواد قید کردی؟ چند تن از این بزرگای ما آمده بودن و او بار هم باید بگویم که سوی تفاهمی هم شده بود. جناب تاویدی صاحب نام یکی از هموطنای ما را گرفته بودن که سوی تفاهم رخ داده بود. فقط سوی تفاهم بله، امید که نظامی بودن بر ما تماس گرفتن. من گفتم که بله بله، آقای امید در ما نبود. خیر، او آقای امید نظامی که آمده بودن، این امید نبود. بله، اینا مقروض نیستن، خوشبختانه در پلوی ازی که مقروض نبودن، همکار بسیار خوب ما هم هستن در بخش جمهوری یوایت. اونا رئیس امید نام دارن که متاسفانه تا ما آمدن نشدن. رئیس پانتون نیستان است. بله، از یکی از دانشگاه خصوصی رئیس شان است. رئیس پانتون نیستان است. بله، گاه و ناگاه هم از غزنی صدا بلند میشه و از غزنی را صحبت های خود اینجا قطع میکنیم، میریم به طرف مزار. احمد روی خط تلفن است و از مزار. سلام احمد، صبحت بخیر. سلام، بسیار خوش آمدیم. میشه سوال تا مطرح بکنی احمد جان؟ خب متاسفانه که تماسشان قطع شد. گاه و ناگاه هم از غزنی صدا شنیده میشه که برق نیست به غزنی و پایه ها خراب شده. میشه در این رابطه هم صحبت های شما را بشنوید؟ والا متاسفانه باید بگیم که از شروع سال تا فعلا نه، بله، یعنی در حدود در ماه سوم سال 1398 روان هستیم، در حدود 10 بار یا بیشتر از 10 بار در طول 3 ماه برق قطع شده که 3 روز 4 روز تا 5 روز هم دوام کرده. متاسفانه ما خواهانه و خواهی شما از هموطنان عزیز، از طرفای درگیر جنگ و همچنان از مردم محلی است. بله، پروژه های برق پروژه های عامل منفی است. ما باز هم تأکیدن میگم که فواید اقتصادی اجتماعی ازی به گونه مستقیم و غیر مستقیم و تاثیرات ازی بالای هر افغان ما است. فلهازا ایرا هدف جنگی خود قرار نتن، هدف خواسته شخصی خود قرار نتن و ایره بگذارند که مردم و هیچ کس قضیر ندارند تا از زندگی یا مرفه کسی دیگر اینا با خطر روبرو بسازند و مشکل برشون ایجاد کنند. لذا خواهش ما از مردم محل همه است که در ساخت ساز و در نگهداری تاسیسات برقی همراه ما همکار باشند. متاسفانه گاهی به اثر جنگ، گاهی به اثر خواسته شخصی این برق دوجه قطع میشه. ببینن در حدود ده ها میلیون افغانی، یا یعنی تا 100 میلیون، ما میتونیم بیشتر از 100 میلیون، ما در طول یک سال یک نیم سال ما بر بالای دوباره سازی برق غزنی در مسیرها بلد. ما به مصرف رسانیم. آیا نمیتونستیم که بلد. ما یک قریه را بیم جناب داویدی صاحب تماس از مصطفی از خیرخانه میگیریم، دوباره برمیگردیم. مصطفی جان سلام، صبحت بخیر. خوب هستی برامش؟ تشکر. میشه سوال تا مطرح بکنیم مصطفی جان؟ بخیر آرام باشی برادر محترم، دوام خوشخوی باشی از ما بتر. نه، خوشخوی همیشه هستیم و دعا میکنیم شما هم خوشخوی تر باشید. انشالله ما هم خوشخوی هستم. دیگه دمی برق گفتن، امی وزیر صاحبا، امی رئیس صاحبا، خصوصا رئیس صاحب جمهوری فعلا امی وزیر صاحب برق هست، مکمل میتره را جمع کردن. بسیار در مشکل مردم غریب مواجه است. این مردم های کلان او را کم ظلم میکنن. مردم های غریب در برق بسیار با مشکل مواجه بود که میتره را مکمل جمع کردن، پیسا را در میتر بود او را رساندن. خودم هم افسر پلیس هستم، شرم‌آور در جاکش.
خب تماسشان قطع شد. آیا جفایی هست ای جمع کردن میترهایی که از نقاط مختلف و میترهای جدید دیجیتالی برایشان نست؟ قرار چند ثانیه وقت داریم؟ قرار است که ما به طرف استاندارد سازی ها بریم. وقتی که ما میخوایم استاندارد باشیم، طبیعی است که باید ما مصارف خود هم استاندارد سازیم. میترهای دیجیتالی میترهای استانداردی است که ما مشخصات هم دادیم و طبق مشخصات داده شده برشنون اومه و هر مشترکی که مصرف میکنه اون مصرف بنشون میده. ما میگیم که باید بل ما مهوار بیه، ما میگیم که باید بل ما دقیق بیه، ما میگیم که بل ما باید به سر وقتش بیه، ما میگیم که باید بل ما در اس ام اس بر ما بیه. فلهازا هر ایگامی را که ما به سوی استاندارد سازی میکنیم، به سوی ازی میگیم که بل شما بعد از هر ماده اس ام اس تون بیه، اسپات بلینگ خوانده شود در مقابل خود شما و شما بلتون داده شود، باید ما میترار دیجیتال بسازیم. خیلی هم سپاسگزار هستیم. روز خوب و خوش داشته باشید جناب تعویدی. ما وقفه خود گرفتیم.